عصر جمعه بود 7 سال پیش یکی گفت داستانی به فکرم رسیده اگر یاوری کنارم بشینه هر چی میگم تون تون بنویسه امروز لااقل میتونم یک داستان خوب تحویل بدم دختری با چادر مشکی دست بلند کرد صداش به سختی شنیده میشد خطش بد و پرغلط می نوشت اما نوشته هاش جاندار و دلنشین بود اجازه اگر یه یاور خانم به ما بدین ما امروز دو تا قصه خوب براتون می خونیم سومی از ته کلاس داد زد اگر یاور باشه ما آخر وقت سه تا قصه قشنگ و تمیز و تو دل برو تحویلتون بدیم فکراش کردیم قسم میخوریم چهارمی که اجازه بی اجازه مام اگر یاور باشه 5 تا تحویل میدیم آقا 5 تا عصر جمعه بود پاسگاه نعمت آباد جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان کلاس خلاقیت بزرگ سالان کودکان آدانس فروش فال فروش جوراب فروش و گل فروش دیروز و کارگران کارگاه های کفاشی خیاطی بنایی بازیافت زباله و اعتیاد امروز کارگرانی تشنه آگاهی با کودکی برباد رفته و ترسی ناگفته از هجوم هیولایی به نام بازگشت بیسوادی از خود پرسیدم آیا راهی هست که بتوان خواندن نوشتن را در زمان کوتاه‌تری آموزش داد؟ آموزش پرورش گفت دوره خواندن نوشتن برای کودکان 7 ساله 4 سال تعیین شده ولی بزرگسالای بی‌سواد اون که به ما مربوط نیست نسبت سواد آموزی گفت برای بزرگسالا هر 6 ماه 1 پایه است اونا میتونن 5 سال دبستان رو در 2 سال بخونن امتحان بدن ما مدرک میدیم و اسمشون رو توی باسوادهای کشور ثبت میکنیم آنچه بود با استاد در میان گذاشتم نگاش تلخ شد نه نمیشه امکان نداره غیر ممکنه باز این حرفا رو از کجا در آوردی خجالت بکش پای آبروی زبان پارسی در میونه اگر نمیدونی بدون در سال 1872 ادیبان زبان شناسان در برلین جمع شدن تا تکلیف زبانهای جهان رو از نظر کلاسیک مشخص کنن سه شرط برای انتخاب گذاشتن یکی اول اینه که ساختار زبان از 1000 سال پیش تغییر چندانی نکرده باشه دوم باستانی باشه سوم ادبیات غنی داشته باشه پس از 1 سال جنگ و جدل بالاخره 4 زبان انتخاب کردن یونانی پارسی لاتین سانسکریت و تو حالا میخوای تغییرش بدی؟ بی اختیار داد زدم من که گفتم میخوام تغییرش بدم فقط میخوام ببینم آیا امکان داره بی سواده ها بتونن در زمان کمتری سواددار بشن یا نه چنان عصاشو به طرفم نشانه رفت که پشتم تیر کشید و سرم به خارش افتاد گفتم حالا فهمیدم چی میفرماید استاد یعنی صلاح نیست پامو تو کفش فردوسی و سعدی و باغچبان و 1000 استاد و 100 استاد بکنم درسته؟ جوابم نداد صدامو پایین آوردم آهسته تر گفتم
البته ممکنه حق با شما باشه، چون اگر راهی وجود داشت تا حالا پیدا کرده بودین و به ما هم یاد میدادین. سر تکان داد، لبخند زدم و با اجازه مرخص شدم. عصر جمعه بود، شاد و خندان از سلامت عصای استاد که باز بر سرم نشکست به طرف پاسگاه نعمت آباد را افتادم. وارد کلاس شدم، داد زدم بگیم ببینم چند نفر از شما تو خوندن نوشتن مشکل دارن. همه دست ها بالا رفت. چند نفر اصلا نمیتونیم بخونین و بنویسین، کلا بی سواد شدین. 5 دست بالا رفت. شما 5 تا اگر میخوان با سواد چین، یه هفته کار رو تعطیل کنین. فردا صبح ساعت 8 تو هوانبار باشین. شنبه تا پنج شنبه صبح و عصر. عصر جمعه جشن گرفتن، گل دادن، شیرنی دادن، زدن و رقصیدن. حالا که باسواد شدن اینقدر آسونه، ما میخوایم تا کلاس پنجم دبستان درس بخونیم و مدرک بگیریم. ایول. 6 نفر شدن. آبنبار و معلم آماده، خانم حکیمه قربانی. 5 ماه بعد ما میخوایم تا کلاس سوم راهنمایی درس بخونیم و مدرک بگیریم. ایول. 9 نفر شدن، دختر و پسر. آبانبار و خانم آمنه عسکری آماده. به دیدار استاد رفتم، فرمودن نمیشه روی باسواد شدن 6 نفر، اونم با 2-3 سالی فرار از مرزه و تنبلی و لات شدن حکم صادر کرد. زبان فارسی شوخی بردار نیست. گرفتم چی میفرمه دوستات. 12 سمت کلاس سوم. دیروز روز اول بود و من رو داره. خب چند از نشانه ها رو میشناختی؟ هیچیشو بلد نبود. خب آصف جان چند ساله امو جان؟ 11. کلاس چند همی تو امو جان؟ سوم. کلاس سوم. دیروز چند داشت نمیدونستی؟ 6 تا. 6 تاشو نمیدونست. الان اون 6 تا رو یاد گرفتی یا نه؟ آره. همه رو؟ میخوام آزمایش کنم ها؟ باشه. بگو ببینم. این چیه؟ اسم. مثل چی؟ مثل اسم. اسم. این چیه؟ به. به مثل چی؟ برنج. برنج. این چیه؟ په. په مثل چی؟ پدر. پدر. این؟ ته. ته مثل چی؟ تلفن. باریک. تار. تار. برگلا. که با کش. کش فه. کش. برگلا. 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 او. پو. پو. آزموده. باریکلا باریکلا. بگو بینم اسم چیه؟ انسلام. چی کار میکنی؟ چی هم اینجا؟ هیچ کار نمیکنی؟ خب میخورم. خب تو بس کار نمیکنی برای. خب بخوام ببینم. بخوام بیا. ورزش. ورزشکار. باریکلا 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 بسرم. نه اتحاد. اتحاد. جرا. قنچه. قاشق. باریکلا. استاد پس از دیدن فیلم فرمودن هنوز معلوم نیست این روش درسته یا نه، باید روی افراد کاملا بی سواد پایلوت بشه تا ببینیم نتیجه چی میشه. ولی مدیران، استادان تعلیم و تربیت، زبانشناسان، روانشناسان، تاریخ شناسان خنده فرمودن.
هه این که نشد روش. چرا؟ اولی فرمود از گفته های الیات اریک فریره پیاژه و غیره واسه جا انداختن حرفای مفتت خوب استفاده نامشروع کردی ها. دومی فرمود چرا 22 حرف رو یاد میدی و روند آموزش زبان پارسی رو که به گفته خودت هزار سال دست نخورده باقی مونده تکه پاره میکنی؟ سومی پرسید مگه تو به چند زبان صحبت میکنی که اینقدر صریح میتونی در باره 13 زبانی که فقط در ایران صحبت میشه نظر بدی؟ من نه زبانشناسم نه میدونم در ایران چند زبان صحبت میشه، نه عربی میدونم نه انگلیسی نه روسی نه چینی، فقط یک چیز رو خوب میدونم، اونم اینه که ساختار زبان پارسی به گونه‌ای شکل گرفته که هر بی سوادی میتونه فقط در عرض 15 روز خواندن نوشتن رو یاد بگیره و این چیزیه که خیلی ها نمیتونن بفهمنش، نمیتونن درکش کنن، چون فکر میکنن خودشون برای آموختن خواندن نوشتن هیچ زحمتی نکشیدن و هر چی دارن از پدر مادراشون ارث بردن. دیروز که رفت خونه چی اتفاق افتاد برای عزیز من؟ یعنی یا که اینجا گفتی تو میتونی بخونی و خوشحالی و باور میکنی باور کردی، خب رفتی چی اتفاق افتاد بگو ببینم؟ دیروز که رفتم سر کار، دیروز اون خانمی که معرفی کرد به شما ازم سوال کرد، گفت اونجا رفتی چطور خوبه؟ گفتم که عالیه. من روز اولی که خدمت استاد رفتم اصلا هیچی بلد نبودم، اون چیزایی که بهم نشون داد اصلا تعجب کردم خودم، گفتم من این چیزایی اصلا یاد نمیگیرم اینا رو. بعد یه مقدار رو من کار کرد و یه کتاب به ما دادن، ما اومدیم خونه این کتاب ما خونه همه رو خوندیم. بعده که من برگشتم پیش استاد ازش پرسیدم، گفتم دیروز شما قرص انداختی تو این چایی به من دادی یا معجزه یا جادویی کردی، چی بود که الان من میتونم کتابو بخونم؟ و اون خانم خیلی هم خوشحال شد و کلی هم خندید. فرق چیه که الان احساس میکنی؟ چه احساسی داری که با وقتی بی سواد بودی؟ فرقش چیه؟ خیلی فرق داره. اما یه چیزی بگم، دیشب از خوشحالی خدا وکیلی خوابم نبرد تا صبح، یعنی تا صبح من بیدار بودم، اصلا هم دوست داشتم که همش کتاب بخونم اینقدر خوشحال بودم. همه چیش فرق داره. من میشستیم با یه خانم یا تو کلمه حرف میزدیم سریع میپریدیم رو هم دیگه دعوا میشد چون واقعا سرگرمی نداشتیم، سرگرمی نبود، میپریدیم رو هم دیگه دعوا میشد. ولی الان میرم خونه راحت سرگرم اینم دیدیم، اونم به کار خونش میرسه، به من کاری نداره، یه خدا رو شکر جنگ دعوایی هم نداریم، فعلا جنگ دعوایی هم نداریم. یه از شما ممنون و سپاسگزاریم واقعا. خب من یه طرف جریان بودم، شما یک طرف جریان بوده که میخواستی یاد بگیری. خیلی خوشحالم که یاد گرفتی. حالا من تو جمله خوانی شروع کنم خوندم این جملات رو. من دیکر دی دیکر رین ادل من دی دیگر من دیگر با سواد هستم. بارکلله یکی برمیشت هستم آن روز رو آب داد دا دارد 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 ما دیگه حالا اینا رو نمیذاریم کم داریم. اگر کشورهای آفریقای مرکزی بیش از 70% بیسواد دارن، بیسوادی را به حساب
زبانهاشون نذارین، چون زبانهای آفریقایی جز ساده ترین زبانهای دنیا هستن. اگر ژاپنی ها پیشرفت کردن، پیشرفت رو به حساب زبان نذارین و با نگاه زبان، پیشرفت زبان به ژاپنی ها نگاه نکنین، چون زبان ژاپنی یکی از سخت‌ترین زبان‌های دنیاست. و از سوی دیگه هرچی آموزش سخت‌گیرانه‌تر و طولانی‌تر باشه، درصد بی‌سوادی بالاتر میره. با در نظر گرفتن این دو نکته، عده‌ای از یاورانی که با زبان‌های چینی، انگلیسی و سوئدی آشنایی داشتن، در 4 سال گذشته تونستن خواندن نوشتن رو به فارسی در 30 جلسه به عده‌ای از چینی‌ها، انگلیسی زبان‌ها و سوئدی زبان‌ها یاد بدن، با امید روزی که رهایی از بی سوادی رو در ایران جشن بگیریم. پایدار و پیروز باشید.